این کلام شما جماعت عمریه هست که میگید حسادت در انبیا است. ببینید دوستان عزیز، پیامبر اکرم رسول علیه خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده ان الحسد یاکل السیئات کما یاکل النار او الحطب. حسد الحسنات، ان الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار او الحطب. حسد ان فعل ثواب را آنچنان میخورد آنچنانی که هیزم آتش هیزم را. این شخص آمده زنگ میزنه که انبیا حسود بودند، یعنی انبیا تمام کارهای حسنشان اینا، بله تمام ایناشان از بین رفته. این چه حرفیه؟ حسد گناه؟ انبیا علیه آقای الصلاه و السلام معصومه. یعنی حالا من باز شما مثال میارم خدمت شما، کارش حرف شما اشتباه، به انبیا دروغ نبند. اگر طبق مذهب خود جواب میدی، او روایات شما برای ما حجت نیست. شما مثال میارم، روایات شما برای ما حجت نیست. حسادت رسول خدا فرمودن حسادت تراشیدن دین است. تراشیدن دینه؟ مانند حسادت، مانند تراشیدن دینه، مانند حسادت برادران یوسف مانند یعقوب به او. این قبول دارین که یو برادران یوسف پیغمبر نبودن؟ جان من گناهکار بودن. یوسف علیه السلام پیغمبر بود، حسادت نداشت. وقتی ما رو ضایع نکن. در سوره النساء در مورد حسادت اومده. در سوره النساء آیش را بخوان، آیش را بخوان، آیش را بخوان. آیش من حفظ نیستم. حفظ که هر وقت حفظ کردی، هر وقت حفظ کردی زنگ بزن، هر وقت حفظ کردی زنگ بزن. آمده به تمام پیغمبران دروغ میبنده، به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دروغ میبنده که پیغمبران حسود بودن. ببینین میخواد عایشه را کارش درست بکنه. این جماعت از عایشه دفاع بکنن چیکار میکنن دوستان عزیز؟ بله بیا میگه عایشه حسادت کرده، بیا بدترش را به پیغمبران نسبت میدیم. اون وقت عایشه بله عیب عایشه از بین میره، چون عایشه اگر عیب شیره که حسود بوده، خب انبیا از که اونها هم حسادت داشتن، پس عایشه تقصیری نکرده، گناهی نکرده. بله طبیا هر عیبی که در ابو بکر و عمر بود از او بدترش را به انبیا علیه السلام نسبت بده. این اساس دین شما بر همچین دروغیه که تمام انبیا را میاید آلوده میکنید به خاطر این عایشه تو. بله